سلام، با 180 ثانیه سه‌شنبه 11 تیر ماه ما رو همراهی کنید. خبرگزاری‌های داخلی روز سه‌شنبه بر اساس گزارش‌های نیمه رسمی خبر دادند که برق ارزان ایران پای استخراج کنندگان بین‌المللی ارزهای دیجیتال به خصوص چینی‌ها را به ایران باز کرده است. رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته به دلیل نبودن قانون نمیتوان گفت استخراج ارزهای مجازی غیر قانونی است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از جمهوری اسلامی خواست به توافق هسته‌ای موسوم به برجام پایبند باشد و فوراً اقدام به کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود کند. وی گفته است در روزهای آینده فرانسه تصمیم لازم را درباره تحولات اخیر خواهد گرفت. کاخ سفید در نخستین واکنش به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ایران و عبور آن از میزان مجاز در توافق هسته‌ای برجام در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده و متحدان این کشور هرگز به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته ایران نخواهند داد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ایران گفت تنها دلیل این اقدام ایران تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش زمان‌گریز به جهت ساخت سلاح هسته‌ای است. علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی میگوید اگر کشورهای همسایه علیه ما با آمریکا ائتلاف کنند باید هزینه آن را بپردازند. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این بارها تاکید کردند که در صورت حمله آمریکا به ایران، اسرائیل و دیگر همپیمانان آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهند داد. برهان حسینی پور آقایی فرماندار لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد حدود 12 هکتار از جنگل‌های ارمند در شهرستان لردگان دچار آتش سوزی شده است. او گفت عوامل انسانی، گردشگران و قاچاقچیان چوب از دلایل این آتش سوزی هستند. اطلاعات جدید مرکز آمار کشور از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه از این حکایت دارد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به سیب زمینی با 296.6% و ربع گوجه فرنگی با 245.6% است. مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق از فرمان عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور در ادغام تشکیلات هشت و شبی با نیروهای مسلح عراق و بستن تمام دفاتر این تشکیلات در همه مناطق استقبال کرد. مقتدا صدر همچنین از گردانهای صلح وابسته به جریان صدر خواست خود در اجرای این فرمان پیش قدم باشند.